آیا این دختر داره به من نگاه میکنه یا نگاهشو از من بر میگردونه؟ کی میدونه؟ این دختر سوژه اسرارآمیز نقاش هلندی یان ورمیره و اینم تابلوی دختری با گوشواره مروارید، تابلویی که به مونالیزای شمال معروف شده. دختری با گوشواره مروارید جذابیت و وقار خاص آثار ورمیر داره، اما از اون صحنه‌های روایی آرام که در بسیاری از کارهای ورمیر دیده میشه اینجا اثری نیست. دختری که داره نامه‌ای میخونه، نقاشی در حال کار. این تابلوها حس صمیمیت رو القا میکنن، اما فاصله شون هم با ما حفظ میکنن. یه پرده کشیده اغلب بر این فاصله تاکید میکنه. میتونیم خدمتکار رو ببینیم که به آرامی توی کاسه شیر میریزه، اما میدونیم که اون شیر مال ما نیست، ما ناظری بیش نیستیم. ورمیر با استفاده از کف شطرنجی در خیلی از آثارش استادیشو در پرسپکتیو و برجسته سازی نمایش میده. شگردی که نقاش با دستکاری در ابعاد کاری میکنه که انگار شی عقب نشسته و از ما دور شده. عناصر دیگه ای مثل خطوط مورب، آینه و منابع نور لحظه رو در فضا و موقعیت توصیف میکنن. زنی که کنار پنجره باز داره نامه میخونه در جایی قرار گرفته که تصویرش در شیشه پنجره بازتاب پیدا کنه و بیننده این بازتاب رو ببینه. ورمیر به خاطر ترکیب بندی حتی پایه های سپایی نقاشی رو پنهان میکنه. نقاش با سایه روشن پس زمینه تاریک و صاف تصویر رو بیشتر در مرکز دید قرار میده و حالت سه‌بعدی اونو برجسته تر میکنه. با این کار اون دیگه جزی از یه صحنه روایت نمایشی نیست، بلکه تبدیل به یه سوژه روانشناسی شده. تماس چشمی و لباش که کمی از هم فاصله گرفته و انگار همین لحظه است که چیزی بگه، ما رو مسحور نگاه خیرش میکنه. سوژه های سنتی پورتره اغلب اشراف یا شخصیت های دینی بودن. پس چرا سوژه این پورتره یک دختر ناشناسه؟ در قرن 17 مردم شهر دلفتم مثل همه جای هلند با اشراف حاکم و کلیسای کاتولیک مخالف بودن. بعد از 80 سال شورش علیه حاکمیت اسپانیا، هلندیا دوست داشتن خودشون بر خودشون حکومت کنن و یه جمهوری سیاسی تشکیل بدن. شهرهایی مثل دلفت خارج از حوزه نظارت شاهان و اسقفا بود و هنرمندایی مثل ورمیر به حامیان سنتی هنر دسترسی نداشتند. خوشبختانه تجارت به سردمداری شرکت هند شرقی چشمانداز اقتصادی را در هلند تغییر داده بود. طبقه بازرگان ایجاد شده بود و نوع جدیدی از حامیان هنر که دوست داشت تو نقاشی ها دیده بشه. این بازرگانا ترجیح میدادن سوژه ها از طبقه متوسط باشن و تو محیط های آشنا مثل خونه های خودشون نقاشی بشن. مثلا نقشه هایی که تو نقاشی های ورمیر دیده میشن مد روز و نشانه دنیا دیدگی بود، در دورانی که به عصر طلایی هلند معروفه. سربند مشرقی که دختر بر سر داره هم نشانه دنیا دیدگی است. مروارید که نماد ثروت واقعی نیست. ورمیر نمیتونست مروارید واقعی در اون اندازه تهیه کنه. احتمالاً چیزی غیر از یه قطعه شیشه یا حلبی نبود که با جلا به شکل مروارید در اومده بود. این سراب ثروت در خود نقاشی هم تکرار میشه. مروارید به ظاهر گرد و سنگینه، اما اگه از نزدیک نگاه کنی میبینیم که فقط یه تیکه رنگ شناوره. بازبینی دقیق مهارت و قدرت ورمیر در ایجاد توهمو نشون میده. با اینکه ممکنه هرگز هویت دختری با گوشواره مروارید رو نفهمیم، میتونیم با پورتراش رابطه فراموش نشدنی پیدا کنیم. همچنان که در خانه قدیمیش در موزه ماریتس هاوس لاهه به دیوار آویخته، حضورش همزمان نافذ و باوقاره. به شیوه رازآمیز او نشانه زایش چشماندازی نوین بر اقتصاد، سیاست و عشقه.